بریم به شهر آناهایم در ایالت کالیفرنیای آمریکا، جایی که تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها قرار امروز به مصاف بلغارستان بره. همکارم علی عمادی از محل برگزاری این رقابت‌ها با ماست. علی، در این دوره از لیگ ملت‌ها تیم ملی والیبال ایران تنها 2 برد داشته. با توجه به شرایط این تیم، آیا فکر می‌کنی که امروز بتونه بلغارستان رو شکست بده؟ مهتاب، به باور اغلب کارشناسا تیم ملی والیبال ایران میتونه بلغارستان رو از پیش رو برداره. دیدار دوم تیم ملی والیبال ایران امروز پنجشنبه 15 تیر ساعت 8:30 به وقت غرب آمریکا، در شب ساعت 7 بامداد جمعه به وقت ایران هستش، مقابل بلغارستان که در این سالن کانونشن سنتر شهر آناهایم برگزار میشه. اشاره کنم که همین امروز فدراسیون جهانی دقایق پیش FIVB مصوبه رو صادر کرد که پیروزی و شکست ایران در این دوره از رقابت در هفته سوم به دلیل مشکل ویزا هیچ در واقع تاثیرگذار نیست در رنکینگ ایران. به هر حال روز گذشته دومین تمرین تیم ایران در آمریکا زیر نظر علیرضا طلوکیان تو سالن والیبال یک کالج تو همین نیم ساعتی محل اقامت تیم انجام شد و روی سرویس و دریافت و همچنین توپای برگشتی کار بیشتری شد. این اولین تمرین تیم ایران با حضور اون دو بازیکن اضافه شده، یعنی شهروز همایون فرمنش و محمد ولیزاده بود. در ضمن اشاره کنم این آخرین تمرین پوریا حسین خانزاده با تیم ملی بزرگسالان بود، چون بعد از مسابقه مقابل بلغارستان پوریا حسین خانزاده بازیکن 19 ساله آینده دار تیم ملی قرار از این تیم جدا بشه و به تیم ملی والیبال جوانان ایران در بحرین ملحق بشه، تیمی که زیر نظر رضا مؤمنی مقدم قرار در قهرمانی جهان در بحرین در منامه شرکت کنه. در مورد بلغارستان باید بگم همونطور که در جدول لیگ ملت‌ها مشخص است، تیم بلغارستان تیم آخر، تیم 16 ام جدول. روز گذشته چهارشنبه که تیم ایران مسابقه نداشت، بلغارستان مقابل آلمان به پشت تور رفت، 3-0 شکست خورد. تیم‌های آلمان و چین تنها تیمایی هستن که مقابل ایران 3-0 شکست خوردن. به نظر اغلب والیبالی‌ها بلغارستان حریف سرسختی برای ایران نیست. اگه سرویس ایران خوب بزنه پیروز میشه، هرچند که اشاره بکنم که برد و باختش اصلا مطرح نیست در رنکینگ ایران. دیروز من در تمرین تیم ملی بی والیبال ایران که زیر نظر مرتضی شیاری خودش آماده میکنه حاضر بودم. از مرتضی شیاری عضو کادر فنی تیم ملی والیبال آمریکا در مورد شکست ایران مقابل فرانسه و دیدار دوم ایران در آمریکا مقابل بلغارستان پرسیدم، بشنویم نظرات او رو. خب، بازی با فرانسه قابل پیش بینی بود با توجه به اینکه تیم ایران کمتر از 48 ساعت قبل از بازی رسیده بود، خیلی خسته بودن. خب سرمربی تیمو نداشتم، چند تا بازیکناشون نبود. خب حالت جت لگی که داشتن کاملا پیش بینی میشد که این بازی برای تیم ایران بسیار دشوار باشه و اگر بازی رو میبردن واقعا جای تعجب داشت. اما در بازی با بلغارستان فکر میکنم که ایران شانس پیروزی داره، با توجه به اینکه بلغارستان نیکولوف رو نداره. نیکولوف با تیم جوانان داره بازی میکنه و از به نظر من تیم بلغارستان از دریافت ضعیفی برخوردار است و فکر میکنم که اگر ایران ریکاوری خوبی شده باشه و سرویس خوبی بزنه میتونه بلغارستان رو ببره. یه موضوعی که در رسانه‌های داخلی خیلی بهش پرداخته شده، موضوع حضور مسئولان فدراسیون والیبال ایران در آمریکا و عدم صدور ویزه آمریکا برای بازیکنان و مربیان تیم. این انتقادها زمانی بیشتر شد که مشخص شد سرمربی تیم ملی بهروز عطایی مدیر فنی مصطفی کارخانه روز گذشته در آنکارا ترکیه موفق به دریافت ویزا نشدند. همچنین ریجکت شدن تقاضای ویزای محمود افشاردوست، کمک مربی حسین خوریانی، آنالیزدار تیم، فیزیوتراپ، ماساژور تیم ایران، 4 تا بازیکن اصلی امین اسماعیل نژاد، میثم صالحی، محمد طاهر وادی و آرمان صالحی. به هر حال تیم ایران تیم نصف و نیمه است. همونطور که اشاره کردم امروز هم مصوبه FIVB اومده که هیچ در رنکینگ تاثیر نداره برد و باخت ایران. این که در رسانه‌های داخلی ایران مثل شرق، انتخاب، روزنامه ایران، فارس و غیره در مورد حضور 30 نفر از مسئولان غیر مرتبط در آمریکا مطرح کردن، برای من که اغلب سفرهای ورزشی تیم‌های ایرانی رو در این 17 سال گذشته در آمریکا دنبال کردم چیز جدیدی نیست. همیشه این اتفاق می‌افتاد. تازه حضور افرادی خارج از ورزش هم شاهد بود، یعنی گذشته از میهمانای کمیته ملی المپیک ایران، وزارت ورزش که همیشه به همراه تیم‌های ایران به آمریکا می‌اومدن. اینجا الان دبیر کل فدراسیون میلاد تقوی است، وحید مرادی نایب رئیس فدراسیون است، مهدی اسلامی مسئول مالی و خزانه‌دار فدراسیون، کسرا غفوری رئیس سابق کمیته والیبال ساحلی به همراه مدیر روابط عمومی احمدی نیا و محمد آقایفر عکاس تیم حضور دارن. به هر حال در مورد لیست 60 نفره اطلاع دقیقی در دست نیست. از 30 نفر مسئولی که در رسانه‌ها ایران صحبت شده فقط من همین 5 نفر اینجا دیدم. در مورد بازیکنان طبق قانون هر تیم میتونه در لیگ ملت‌ها 30 تا بازیکن اعزام بکنه، در واقع اعلام بکنه و برای هر هفته از 14 تا استفاده بکنه. اون چیزی که تا الان ما میدونیم مهتاب.